جانت خانم، وقتی تو قانون اساسی ایران میان می‌نویسن مذهب رسمی ایران شیعه است، آیا شما فکر نمی‌کنید که مهمترین شعار ایرانی‌ها از همه گرایش‌ها پیش از اینکه یک شعار سیاسی باشه می‌بایست، یا مثلا نمی‌دونم تجدد، دموکراسی، پیشرفت، جدای دین از دولت می‌بود و برداشتن دین شیعه از قانون اساسی در راه برابری اقلیت ها؟ اجازه بدید یه چیزی راجع بگم. من دو هفته دیگه دارم این مقاله میدم در کنفرانس ایران شناسی در پراویدنس رود آیلند و اونجا راجع به قانون اساسی دارم صحبت میکنم. اول به جای نرسید. وقتی دیدن که به مدرسه رو زدن خراب کردن، تمام محله یهود رو از بین بردن، یک ساختمان، یک بنا ما نموند. بدتر از همه، ایل قشقایی، سولت دوره قشقایی رو چیز کردن، ایل قشقایی رو سرریز کردن باز به محله یهود برای کشتن یهودی ها به خاطر مدرسه شد. بعد گفتن که ایل قشقایی وقتی که دولت قشون فرستاد برای خاطر اینکه محله یهود رو در امان بذاره، سولت دوله قشقایی گفت اینا دارن از جهود ها، یک من کشور اسلامی داره از جهود دفاع میکنه. از 260 خانه یهودی یک خونه باقی نمون. دولت ایران، بانک شاهی، اقلیت‌های دیگه، مردم مسلمان، حتی که یهود آزار همشون نبودن، ما که یهود آزار نیستیم، که من مسلمان آدم نیستم، ولی همه ایرانی ها یهود آزار نبودن، پول دادن، برادران قوام پول دادن، میرزا نصرالله نقی مشی دروب تاج گندم دادن، 2000 من گندم آوردن و در عرض مدت کوتاهی هم مدرسه رو ساختن، هم محله یهودی ها رو ساختن و دوباره این بار قشون گذاشتن توی شیراز و دو مدرسه رو از سر شروع کردن. شعبه یزد رو 1910 درست کردن. شعبه یزد مدتی چون که دور از یهودی زیاد توی یزد نبود که خاطر کار کرد و تعدیل شد، دوباره سالان توی سرگان 1906 درست کردن، کاشان 1911 درست کردن و دوره، اما تا دوره رضاشاه که 70% درس ها به زبان فرانسه بود و برنامه شما هم برنامه درس های آلیانس بود، دوره رضاشاه آمدن وادار کردن به اینا که زبان فارسی زبان اول باشه، بنابراین آلیانس اسرائیلی هم ناگزیر شد که زبان فارسی رو در درجه اول بذاره. در سال و این مدار دارم نیم سر شده بسیدن خیلی دو در سال نه این دیگه آخری در ببینید چقدر زدم هم اینا رو در سال انقلاب که میخوام بگم، وقتی که انقلاب میشد در تهران، فقط در تهران یهودی ها 7 مدرسه داشتن با 1800 تا شاگرد. افزون برای مدارس دیگری داشتن، سیروس، اتحاد، اتفاق، ابریشمی، روبیشاد، مدارس آریان در شهرهای دیگه عبارت بودند از همدان یک مدرسه 673 شاگرد، کرمانشاه یک مدرسه 314 شاگرد، یزد یک مدرسه با 154 شاگرد، بروجه یک مدرسه 145 شاگرد، نیای خراسان و از 600 بعد در همدان از 654 تا شاگرد تنها 173 تا یهودی بودن، یعنی مسلمانان در بس پذیرفتن که به این مدارس برن. اما متاسفانه رفته رفته مهاجرت شروع شد بعد از انقلاب و یهودیان از ایران رفتن و با اینکه بزرگترین اقلیت مذهبی ایران به شما می رفتن ولیکن و فکر می کنم که اد از سیب ابتوری که میگن 60,000 تا یهودی بیشتر در ایران باقی نمونده. در هر بار که یهودیان و اقلیت های مذهبی از ایران رفتن، بخشی از فرهنگ خودشون و بخشی از فرهنگ ایران هم با از ایران رخت بربست دارن. بنابراین آینده ایران، آینده هر ایرانی به هر کیشی که باشه اینه: برابری اعتقاد، برابری حقوق با یهودیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی. بنابراین دموکراسی اینجا ایران از اینجا آغاز میشه.
به من فقط اجازه میدی یه سپاسگزاری کنم از این خانم سرشار که یه بارم بهش بدقولی کردم یه جایی نیومدم. خانم سرشار اگه تو این سالن هستی من از شما پوزش میخوام، پوزش از میهمان، بخشش از میزبان. و یکی دیگه هم بگم مشوق من در این سفر که اومدم واقعا که چون سخنرانی هیچو نمیرم خواهر بنده خانم ماهرخ ناطقه که با بچهش اینجا نشسته و در سن دیگو هم یه دونه کتابخونه درست کرده. تو رو خدا کتاب خاطرتون رو برای این کتابخونه بفرستید. مرسی دوستان. چه چیزی باعث شد؟ چه فاکتوری، عاملی باعث شد که این کمتر بشه یا در خفا بشه یا یهودی ها امارت های بزرگی بسازن؟ زمانی که من دانشجو پزشکی بودم رئیس دانشکده پزشکی به یهودی داروسازی یهودی باشه و چندین استاد عالی رتبه یهودی در دانشکده پزشکی بود. شما بگم نویسندگان یهود آن باید من اینجا نگفتم برای اینکه نمیدونم آره حق داریم بیشترشون مثل مثلا ماکسیم رودنسون فلان اینا همه نوشتن که درسته که در ایران یهود آزار بود ولی واقعا جنبه ایدئولوژیک نداشت، میدونی جنبه اقتصادی داشت. یعنی واقعا برای بیشتر و یا ما محرم بود که چی یا وقتی که نوروز مالیات یهودی هم خواستن جمع کنن سرریز میکردن، جنبه اقتصادیش برای بازرگان و فلان ها بیشتر داشت. همونجور که جانت گفت به نظر من انقلاب مشروطه خیلی نقش مهمی بازی کرد. بعد البته قانون اساسی اون انقلاب به شکست واداشت. من اعتقاد دارم که انقلاب مشروطه رو قانون اساسیش شکست داد. برای اینکه دین اسلام رو دین رسمی کرد و حقوق بقیه اقلیت ها از میان رفت. ولی شما جنبشی که در ایران به وجود آمد و جانت هم گفت یک جنبش صحبت من این بود که پدر بزرگ من و پدر من بعد بود. من هنوز برام روشن نشده که چرا پدر بزرگ من و پدر من از این یهودی آزاری که در کتاب ها نوشته شده صحبت رو میکنن و به من میگن بوده ولی نسل من ندیدیم. نسل شما در دوران پهلوی بوده نبوده؟ ببینید اون یه بحث یه بود شما من مجبورم به شما بگم میدونم که شما خیلی اشکال داشته در تمام دوران عمرم برای اینکه الان اینطور فهمیدم که شما فهمیدید با پول قوام و بزرگان شیراز دو مرتبه آریان ساخته شده. هرگز هم گفتم که وقتی محله یهود رو آتش زدن هر کسی خیرات یه چی میگم کمک کردی اصلا مدرسه نه پول دادم محله رو بسازم. مدرسه هم تو محله بود دیگه. آها فقط میخوام ببینم نه قوام نه مدرسه آلیاس شیراز نه اینطور فهمیدم که ممکن بود یهودی ها بودن دیگه بعدن یهودی ها وقتی آلیاس باز شد چرا؟
در این بسته شد یا به دلایل دیگری هم که در مدرسه آلیانس اصفهان و شیراز فقط به دلیل مخالفت انگلیس ها و این مدرسه که تبلیغ برای اسلام به این دلیل بستش. به در اصفهان، در اصفهان و در شیراز بقیه مدارس از روزی که گوش بوده شدن تا انقلاب کار کرد. مرسی. خانم مدرسه خیلی ممنونم از سخنرانی بسیار جالبتون بود. برای من یه سوال هست به عنوان از شما هم به عنوان تاریخ شناس این رو برای ما اگه ممکنه لطف بفرمایید توضیح بدید. و من قبل از اون یه توضیح برای دوستان که در سالن هستن بدم که ما یک ساعت وقت داریم که برای سخنرانان گرامی می‌گذاریم. به اختیار خودشونه که میتونم یک ساعت روی صحبت بکنن یا نیم ساعت صحبت بکنن، بقیه‌اش رو برای سوال جواب بگذارن. اگر دوستان علاقمند باشن یک رو به تلفظ رو هم اگر بتونن از چای شیری بگذارن میتونن بشینن و با سخنانشون صحبت بکنن. ولی واقعا من با تجربه 30 چند ساله که در این کار رو دارم میدونم که بخش سوال و جواب همیشه بخش مورد مطلوب هست. برای اینکه منی که میام از خانم ناطق سخن بشنوم بدم خود اون سوالی هم که همیشه دارم و تو ذهنم بوده که میخواستم ازشون بپرسم جوابشو بگیرم. بنابراین هیچ از طرف مرکز تاریخ شفا یهود نیدین هیچ فشاری برای اینکه سخنرانی سر ساعت وقتش رو تموم بکنه نیست، به جز اینکه سر ساعت جلسهش رو تموم بشه. سوال من از شما به عنوان یک تاریخ شناس این هست که چرا الگوی یهودی آزاری یا کارهایی که نسبت به یهودیان شده در سراسر جهان با وجود بعد مسافت و بعد تاریخ همیشه یه جور بوده؟ این همیشه برای من یه سواله. مثلا اینکه خون بچه مسلمان یا خون بچه مسیحی رو گرفتن و توی نون ریختن یه چیزی که از اسپانیا بوده تا فلان کشور عربی در مراکش بوده در ایران بوده، این چجوریه که این پترن همیشه تکرار میشده؟ حالا شاید برای سایر اتفاقات دیگر هم یا اقلیت های دیگر هم این پترن تکرار شده باشه، ولی برای من جالبه که این از زبان شما بشنوم علت شما. ممنون. والله خانم شما سوالی و پاسخ بدم سختم، یعنی این خانم من ترسون دارم بهتون بگم اگر گفتن که اینجا مال ماست یعنی هیچ چیزی نیستشون دیگه اصلا کاملا ترسیدم به نابدن چرا کنم؟ سبا هم بگم برشان خب بالاخره علمش من نم سراویتم واقعا ندارم من این رابطه چه کنم. مذهبیه دیگه نه؟ مرا به ایران هم حمله کردن در واقع ساسانی در ایران باقی نبود که اونا بکشن، یعنی قبلا دیگران کشته بودن و به مسئله با جهاد با دین جهاد کنن جنگ صلیبی اگر بخوان با دین زرتشت در ایران ساسانی باقی نبود. وقتی هم این نوع رفتار با یهودی در ایران بلکه دو موضوع رو پیشنهاد بکنم و حسن اگر نظر شما هم بشنوم. یکی ببینید آقای پروفسور برنارد لوئیس کتابی که نوشته The Jews of Islam راجب یهودیان امپراتوری عثمانی که می‌نویسه و تجربه تلخی که داشتن و وقتی تمام میکنه و میره به ایران می‌نویسه که نسبت به یهودیان امپراتوری اسلام نسبت به یهودیان ایران وضع یهودیان امپراتوری اسرائیل مثل بهشت بوده، یعنی با اینکه اینقدر مشکلات اونجا را سخت نشون داده میگه نسبت به چیزی که در ایران میگذره میگذشت وضع یهودیان امپراتوری عثمانی بهشت بوده. یعنی شکی نیست که بعضی یهودیان که در ایران نسبت به کشورهای یا قسمت‌های مسلمان نشین امپراتوری عثمانی خیلی بدتر بودند. حالا ممکنه ربطی داشته باشه با دوری ایران از اروپا و اینکه روابط اروپا با ایران کمتر بوده تا روابط اروپا با استانبول، یا ممکنه ربطی هم داشته باشه با فرق بین شیعه و سنی. ببخشید ولی در قرن 14 و 15 یهودیان ایتالیا و میگفتم و یهودیان اروپا از دست یهود آزاری پناهنده شدن به ترکیه و چون ترکیه داشت خودشون میساخت امپراتوری داشت میساخت
اصلا تجارت رو که اوشون اونا که ایلاتی بودن ترکا در نتیجه تجارت خودش رو انحصارش رو داد به دست یهودیان، حتی کشتیرانی رو داد به دست یهودیان و در سلام های هر ساله که میرفتن پیش سلطان این در تاریخ یهودی ها اول وایمیسته هست، یعنی اولین چیز تجارت. این مسئله در ایران نبود. این سوال من هم موضوعی که من بهش اشاره میدم که ایران دورتر بود، روابط با اروپا نداشت و یهودیای اروپا اصلا آگاه نبودن چی میگذره در ایران. یعنی بحث کنیم در کنورشن مشهد یک موضوعی هست که اصلا تو دنیای اسلام زیاد بود، تکرار نشده. یعنی استثنائیه که یک ملت مسلمان به زور کسی دیگه را مسلمان بکنه. تو تجربه یهودی تو کشورهای دیگه نیست، اینو عمل نیست. من فکر کردم بلکه دوری ایران یا شیعه بودن ایران ربطی داره بکنم. سوالی که میخواستم از شما بکنم این است که راجع به مدارسی که صحبت کردید، ما میدونیم که آخوندها ضدیت هم نشون دادن با مدارس مسلمان‌های جدیدی که در ایران افتتاح شدن. بله. تا چه اندازه این ضدیت به مدارس یهود ربطی داره با ضدیت به یهود یا ضدیت به آموزش پرورش جدید؟ اجازه بدید من یک نکته دیگر میخواستم اینجا اشاره بکنم با این از که شما نکته که علمای بزرگ فتوای ضد یهود صادر نکردن، میخواستم از شما بپرسم که اگر مدارکی و مدارکی که شما دیدید برعکس ندیدید که علمای بزرگ صحبت‌های رساله‌هایی به نفع یهودی ها نوشتن، اگر شما نمونه از این دادید من خیلی خوشحال میشم بفرمایید. نه، برای خاطر اینکه من اتفاقا در مورد ارامن من اونا رو مثلا فرض کنم که شیخ فضل بگیم که این هست که این قطع کردن وقت سخنرانان شامل حال همه بوده، پارسال هم ایشون هم بنده هم غیره همه شامل گفته خانم سرشار بودیم و خیلی ولی چند سوال داشتم. بله بله در کتاب چاپ میشه، ولی خب جمع‌بندی عموم این هست که گویا وقت سخنرانان از سال دیگه انشاءالله زیاد بکنم. خودم برحال چند تا سوال داشتم. یکی این هست که در مورد ناصرالدین شاه در بخش دوم حکومتش گرایش مثبتی که به یهودیان نشون میداد آیا بیشتر به خاطر فشارهای خارجی بود یا به خاطر مسائل داخلی یا تشخیص خودش بود؟ گفتم هیچ یک از کشورهای خارجی از یهودیان پشتیبانی نکرد، هیچ کدوم بهشون پشتیبانی از یهودی‌ها نکردن. این در تمام اینو من که میگم از اسناد خود یهودیان میگم، در اسناد آلیانس که در وزارت امور خارجه پاریس هم زد. سوال دوم این هست که اصولا گرایش مثبت رضا شاه به اقلیت‌های مذهبی به طور کلی آیا ارتباط میتونسته داشته باشه به تضاد شدیدیش که با خود مذهبیون داشته و نیاز داشته که یک سری متحد خارج از مسلمان در ایران برای خودش مهم خواهی ایجاد بکنه و همینطور شاهد ثابت؟ نظر من اینه که سیاست رضا شاه در مورد اقلیت ها نقش رو بازی نقش برابر که هیچ مهمتر بودن از خود ترک ها در همه شده بود که اگر بخواد که قدمی هم الان هم فرصت بشون این سوال بکنم فکر کنم کلی از سوال هستم اجازه بدید اگه سوالشون تموم شد دوباره برگردیم شما وقتتون رسید. دکتر چون ما باید سوال رو وقت تنفس هم قطع کردیم که بتونی سوال رو شما بزنید. این شهر واقعا کمترین آزار رو دیدی، همونطور که شنیدیم از پدر و مادرامون هم کمترین آزار دیده بودن تا اونجایی که میدونم در شهر نهاوند و تا اونجایی که خودمون بعدا در ایران بودیم دیدیم که واقعا ضد یهود کمترینی بود که در جاهای دیگر دیده میشه حتی در پس خود امریکا و در شرایط فعلی که در بعد از انقلاب هم هست باز خوشبختانه میبینیم که آزار و اذیت یهودیان به عنوان یهودی تنها باز هم کمترینه. یعنی ملت ایران همیشه واقعا حامی اقلیت بوده، درسته در تمام جاها گروهی بودن به عنوان اراذل و اوباش و مذهبی یا هر چیزی و یه سری
ستم روا داشتن، ولی در شرایط فعلی نباید این حق رو واقعا به ایرونیا، این تشکر از ایرونیا داشته باشیم. در تمام موارد توده اصلی جامعه ایرونی از جامعه یهودی و از جامعه اقلیت همیشه حمایت کرده. در شرایط فعلی جامعه ایرونی و توده ایرون دارن حمایت میکنن. در گروه‌های مطمئنن هستن، مطمئنن از آزار و اذیتی که مسلمان ها در ایرون دارن میبینن به مراتب بیشتر از آزار و اذیتی که الان کلمی ها در ایرون دارن میبینن. و این رو میبایستی واقعا این حق رو و این تشکر به عنوان یه ایرونی از ایرونی ها داشته باشید که همیشه حمایت کردن از ما. و این رو نمیبایستی همه چیز رو بگیم که همه مردم ایرون کالکتیولی به طور کلی مخالف ما بودن، اذیتمون کردن، آزارمون کردن. من تا اونجایی که یادمه واقعا فکر میکنم که در شهر ما هرگز اونجوری نبود. حتی گاهی اوقات میتونیم بگیم که ماها ممکن بود اونا رو اذیت بکنیم، ولی اونا کمتر ما رو اذیت کردن. والا سخنان ایشون در واقع به راستی متأثر کننده است، یعنی متأثر کننده است. و من هرچه بیشتر که الان با شما آشنا میشم با جمع اینا، از صمیم قلب میگم و افتخار میکنم که راجع به شما ها کار کردم، که شما حتی اگرم آزاری در پیشتر بوده، امروز با این همه بزرگواری و جوانمردی دارین راجع به حرف میزنین راجع به تاریخ تو. این برای هر غیر یهودی که کار بکنه راجع به این قوم، به این بزرگواری، باید واقعا افتخار خیلی بزرگ باشه. و من مفتخرم که راجع به شما نوشتم. ببخشید من سخنران نیستم و تا بارم سخنران نکردم، ولی من یک فرد یهودی هستم. اسم من اسکندر ارجاد، 81 سال عمرم و در این 81 سال ابدا هیچ نوع ناراحتی از ملت مسلمان یا در ایران اصلا نداشتم. و اگر در سابق هم یه دیگه ناشنیت اقلیتی آمدن یه اذیت هایی کردن و یه کارهایی کردن، مثل همینی که یه دیگه الان تو لس آنجلس آمدن بین یهودی های مسلمان رو بخواهم به هم بزنن، اون عده با این عده مساوی هستن. اولی که تشکر کنیم از دولت از ایرانی که ما را اینطور پرورش داد. پس اگر ایران اذیت میکرد، پس این همه دکترها را از کجا بردن؟ اون دکترها که در ایران بودن از کجا بودن؟ یا سرمایه دارا از کجا بودن؟ چرا؟ دنبال سوال برین؟ نه چرا؟ اول تشکرتون یک بینید که آمیا مسلمان به هم میزنید این شایسته؟ معذرت میخوام از میتونم جواب بدم؟ مگر ما راجع به آزارهایی که خودمون دیدیم، مگر میشه که هیچ ملتی در این تاریخ آزار ندیده باشه؟ این که نمیشه که شما ما دهنمون ببندیم تاریخ رو ننویسیم. این من سرد خواستم ازتون تشکر کنم برای این زحمت که کشتید. وقتی که تاریخ نگاری و اهمیت شما میاد و این مسئله رو اینقدر مهم میدونه که کتاب سرش بنویسه و این کتابای شما رو میدونه که همه میخونن، این واقعا یه اثر خیلی عمده میذاره در تفکر ایرانی. و من اجازه بدید به طرف همگی تشکر کنم ازتون از اینکه این زحمت رو کشیدید برای کتاب. اگر اجازه بدید در جواب این بحثایی که شده اشاره کنم به صحبت که شما کردید. تجربه‌ای که سوسیال دموکرات‌ها کردن وقتی راجع به لنین و مارکس صحبت کردن این بود که اینا فکر کردن در تفکر ایدئالیستیشون که واقعاً لزومی به مذهب نیست، همه رو یکی کنن، برای همین بند رو کنار گذاشتن. ولی تجربه‌ای که داشتیم چه در اون زمان به تا جلال دوری رضا شاه و محمد رضا شاه که یک حکومت به قول شما نیمه لایق آمد سر کار، ملیت رو بود، مبارزه اصلی با ملاها بود، بنابراین اجازه داده نمیشد که اصلا این چیزها بیاد بیرون. حالا چه خوب چه بد، چه حرکت ضد یهودی ضد بهای غیره و چه تشکیلات دموکراتیک. دو تا تجربه داشتیم، یکی تجربه روسیه و کشورهای اروپای شرقی، یکم تجربه ایران، یعنی اتوریتریان لائیک، و یکم تجربه اون. هر دوی اینها الان به شکست برخورده.
برای اینکه به این نتیجه رسیدیم که پلورالیسم مذهبیه که مهمه، نه لغو مذهب. آها، یعنی در امریکا چون پلورالیسم مذهبی هست، چون صد جور مسیحی وجود داره، کسی نمیتونه یه قانون بگذاره مثلا دیگه که سخت جنین مطابق قانون لغو نمیشه باشه. بنابراین در ایران هم ما پلورالیسم مذهبی نداشتیم، گویی که به اصطلاح شاههای انلایتنت حالا رفورم حالا هرچی داشتیم، ولی اتوریتریان. بنابراین هر دوی تجربه ها به شکست برخورده و غیر از اینکه مسئله جدایی دین و مذهب رو مطرح میکنیم، مسئله لغو مذهب رو باید کنار گذاشت، به جاش باید راجع به پلورالیسم مذهب صحبت کرد. شما فکر میکنین که مثلا واقعا جانت خان فکر میکنین که مثلا نمیبایستی راجع به مسئله یهودی های آزاری در ایران مثلا کار صد درصد باید کار کرد؟ همین رو میگم باید کار کرد، باید راجع به این و راجع به مسئله آزار بهایی ها و و و و همه اینها خیلی 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 زیاد کار کرد. منظورم از پلورالیسم اینه که راجع به همه اینا بحث بشه. خیلی ممنون. یه وقت برای سوال برگزیده شود. ساکن لواسان بودند و به اشاره خواجه تاجدار به تهران آمدند یا کوچ داده شدند تا پای تخت تازه از نعمت رجال تازه بی‌بهره نماند. اینان همه سر بر خط حکمت الهی داشتند که اگر نه به ظاهر که در نهاد تعقلیست سایه‌افکن بر تعصب. خانواده مادری من باز اهل تهران پای تخت شده هستند و جد اعلای آنها حاج سید حسن نامیست که فتح‌علی شاه قاجار با او صیغه برادری و اخوت جاری کرده بود و به این سبب در عهد انتخاب نام خانوادگی اعقاب سید نام خانوادگی سادات عقبی تهرانی را برگزیدند که لابد بعضی از شما بعضی از آنها را می‌شناسید. این سادات حتی در سالهای بعد که دیگر کلاه و کمر به جای عبا و عمام آمده بود دست از تشرع خود نشستند و در حقیقت همه از قبیله عالمان دین بودند. اجداد پدری و مادری من در سالهای جوانی تهران در کوی به نام سرچنبک مستقر شده بودند که ظاهراً بورلی هیلز تهران نوجوان بود. این کوی سرچنبک با محله یهودی های تهران چنان در هم آمیخته بود که شیر و شکر. سرچنبک در اون طرف تکیه رضا قلی خان قرار داشت و بعدها که خیابان سیروس از وسط محله یهودی ها گذشت دواخانه بین الملل و بعد قانون فرهنگی خیرخواه و دیگر تأسیسات خدماتی یهودیان از دل محله روی به خیابان سیروس و پشت به کوی سرچنبک در خیابان جدید الاحداث از زمین رویدند. خانواده پدری من در کوچه ای خانه داشتم که در آن خانه ها خانه های پدرم و سعمویم گرداگرد خانه میرزا شمس‌الدین حکیم الهی ساخته شده بود و عمه هایم می گفتم که بر سر این کوچه دری بوده است که شب هنگام آن را می بسته و کلون می کردند تا امنیت خانه ها محفوظ بماند. اما خانواده مادری مرکز جدی تری داشتند به نام حسینیه سادات که در حقیقت مرکز فرماندهی و یا به قول امریکایی ها هدکوارتر آنان بود و جز خانواده مرحوم حاج میر سید علی که نوعی تقویت این حسینیه را بر عهده داشت و با هفت دختر و هیچ پسر در این خانه بزرگ تکیه مانند میزیست، بقیه سادات یا اطراف حسینیه خانه‌ای داشتند یا به حوالی عین الدوله و دوشان تپه کوچ کرده بودند و در حقیقت به حومه تهران رفته بودند و به آنها که در سرچنبک مانده بودند شهری می‌گفتند به اعتبار اینکه خود در خارج از محدوده تهران نوجوان زندگی می‌کردند. این هر دو خانواده با یهودیان همسایه می‌زیستند و حکایت‌ها شنیدم از روابط این همسایگان و آن سال‌های دور و اینکه یهودیان
نه به اجبار بلکه به اختیار محله خود را در تهران برپا کرده و کار زندگی خیش را در تهران تازه پایتخت شده آغاز کرده بودند. این محرفی از اون جهت صورت گرفت که بدانید سخنران امروز شما دقیقاً بچه مسلمون ناف محله است و محصول ازدواج مردی است از خاندان عقل و زنی از قبیله دین که از بخت بعد معلم عشق او را شاعری آموخته است. شبان وادی ایمن. پدر صبح ها بعد از نماز و پیش از صبحانه با صدای خوش قرآن می‌خواند و بر رونق مسلمانی می‌افزود و خواب دلنشین بامدادی را در چشم ما می‌کاست. اگر لطف و زنگ صدای او نبود، بیشک این کلمات عربی هرچند از سوی خدا آمده یک بچه 7-8 ساله را که قرها و شیرین بامدادی بود و پدر به جبر از او میخواست که برخیزد و دوگانه در گاه یگانه بگذارد به اسیان بی خدایی وامی داشت. اما اول شبها به خصوص در ایام تابستان که حیات آجوری خانه حرم روز را به لطف آب پاشی عصر از دست داده بود و لال عباسی های باغچه به اشوه های رنگارنگ چشم می گشودند، مثنوی خواندن پدر ما را به ملکوت علیین می برد. صدای خوش ششدانگی داشت. بیچاره اگر به روزگار ما زنده بود و گذارش به لس‌آنجلس شما می افتاد، در مقابل خیلی نیمدانگی خانهای بشکن و مالا و انداز اینجا لابد باید میرفت خوشتویی یا سلین الوین با میکرد، چون ششتان که روزها اولد فشن است. او اول حکایت مثنوی را به زبان ساده به پای ما نقل میکرد و بعد اون را به آواز و زمزمه میخواند. هم در اون سالها بود که ما قصه های دلپذیر مولانا را از زبان پدر شنیدیم و به خاطر سپردیم. قصه یا توتی کل، قصه نقاش چینیان و آینه سازی رومیان، قصه موش ساربان شتر و این عبرت که از زانو به زانو فرق هاست. اما یک قصه بود که ما خیلی دوستش داشتیم، قصه شبان موسا. این 5 نفر از بهترین کلاس های 16 نفری فرانسه انتخاب شدن که به مسابقه فرستاده شد. من روی یکی از اونها که به اعتبار فرانسه‌دانی و فرانسه‌خوانی و فارغ التحصیل شدند و در مستراحایش به در و دیوار حرف زشت ننوشته و عکس بد نکشیده بودند، ما همه ما بچه مسلمان‌ها را به حیرت انداخت. امتحان مانندی بود شبیه امتحان نهایی ششم ابتدایی. بچه‌ها را طوری تقسیم کردند کم مدرسی این موضوع تقریبا درباره اکثر زمینه های زندگی یهود ایران حقیقت داره، چه در مورد شناسایی دوره های مختلف تاریخ و زندگی جوامع یهودی و یهودیان در سرزمین پهناور ایران و تماس یا تماس های مختلف که در زمینه های مختلف با محیط وسیع تر داشتن، چه از نظر تاریخی، چه از نظر زبانی، چه از نظر گویش‌ها و دیالکت‌ها و چه از نظر فکری و ادبی وسیع. موضوع سخنرانی من به طور خیلی نوعی و سپسیفیک ایران، یهودیت و اسلام در شعرهای یهودی ایران است.
من امیدوارم که در چارچوبه محدوده زمانی که من دارم بتونم اقلا به مقداری از اون نکاتی که به نظرم اصلی میاد بپردازم. ولی میخواستم پیش از اینکه شروع کنم یک معذرت خواهی کلی بکنم که اگر من در مورد بعضی از نکات نتونم وارد عمق لازم بشم، این فقط به خاطر محدودیت زمانه. اگر نه از نظر جمع‌آوری مطالبی که کردم و میخواستم به عرضتون برسونم، فکر کنم که دوچار کمبود زمان میشم. این معذرت خواهی به اصطلاح پیش از شروع مسئله است. طی تاریخ 2000 سال خود در ایران، یهودیان این سرزمین تقریبا مثل دیگر اقلیات مذهبی روابط پیچیده، عمیق و به خصوص در مورد یهودیان ایران روابط گسست‌ناپذیر با محیط زبانی، فرهنگی و مذهبی ایران داشتند. اگرچه وسعت و عمق این روابط با فضای فرهنگی و فکری وسیع‌تر ایران در دوره‌های گوناگون در تاریخ در حال تغییر بوده، واقف شدن و آگاهی به درجه و عمق و وسعت این روابط و تأثیری که محیط وسیع‌تر ایران بر جامعه یهودیان ایران داشته، این خود موضوعی است که همونطور که اشاره کردم در حال حاضر احتیاج به بررسی دقیق‌تر و گسترده‌تری داره. اما با مطالعه در آثار و میراث و شواهدی که ما در مورد تاریخ یهودیان و فرهنگ یهودیان فارسی زبان داریم، پژوهشگران و کسایی که علاقه به موضوع میراث ادبی و فرهنگی و فکری یهودیان ایران دارن، در مورد یک موضوع حداقل با هم اینا موافق هستند. این موضوع، یعنی این نقطه توافق، برخلاف اختلافات زیادی که بین محققان هست، در مورد یک چیز حداقل اینا با هم هم‌عقیده هستند و عقیدش بر اون موضوع اینه که در مقایسه با دیگر جوامع یهودی کشورهای خاورمیانه، یعنی در مقایسه با جوامع شرقی کشورهای مسلمان و به طور واضح در مقایسه با کشورهای مسیحی، یهودی‌های ایران تحت بارز فرهنگ، هنر و ادبیات و محیط وسیع غیر خود غیر یهودی بودند و به علت این نزدیکی فکری و ذهنی و به خاطر همبستگی فوق‌العاده یهودیان ایران با سنت‌ها و ارزش‌های ایرانی، گاه این سؤال مطرح میشه که آیا جوامع یهودیان ایران ما باید یهودیان ایرانی تعریف بکنیم یا ایرانیان یهودی؟ یعنی در یک ارزیابی درست و دقیق تاریخی، اعضای جوامع یهود ایران بیشتر ایرانی هستند یا اینکه یهودی هستند و یا اینکه هویت فکری و معنوی اونها تلفیقی است یا امتزاجی است یا مخلوطی است از عوامل ایرانی، یهودی و اسلامی که در دوره‌های مختلف تاریخ هر یک از این عوامل به اقتضای تحولات و رویدادهای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی و غیره با گاهی با نیروی بیشتر و گاهی با نیروی کمتر جلوه‌گر می‌شوند. هدف از این سخنرانی بنده، همونطور که اشاره کردم، رسیدن یعنی پرداختن به موضوع ادبیات یهودیان ایران، به خصوص کار یا آثار شعرای ایران در قرون وسطا و بینش یهودیان ایران و شعرای ایران نسبت به سه موضوع اصلی. موضوع اول، موضوع یهودیت و ساختمان فکری و عقیدتی یهودیان و چطور این ساختمان فکری در نوشته های شعری یهودیان ایران آسفه. من فکر میکنم که چهار نفر بلند شد و چهار تا سال راجب چهار شاعر بکنم. راجب عمرانی لطفا توضیح سوال من. عمرانی همونطوری گفتم در تاریخ ادبیات فارسی یهود
به عنوان دومین تاریخ است که در صحنه ادبیات یهود ایران زاده. این شعرهای یهود ایران در چه موقعی، از چه موقعی به جامعه ادبیات غیر یهودی معرفی شدن؟ از کی چیز جدید یا اینکه در دوره خودشون هم کسانی بودن که اینا رو به عنوان شاعر میشناختن؟ و دوم اینکه آیا اینا هیچ سهمی در زبان فارسی و در ادبیات فارسی که به اصطلاح افتکاری داشته باشن در سبک اشعار اینها داشتن یا نه؟ ببینید من اول به سوال آخر رو پاسخ میدم و بعد میگم به سوال اول. سوال آخر هم در مورد اینکه آیا شعرای یهود ایران با در نظر گرفتن محدودیت وقت، من مطمئنم که خیلی مسائل رو ممکنه شما داشتید و نگفتید. اینه که من قبلا اگر این صحیحه پوزش میکنم از شما برداشت من این هست که از مقوله هنر متعهد و این مسائلی که امروز خیلی مد شده بگذاریم، شعرای ایرانی یهودی که شما بهشون اشاره میکنید در حقیقت ناظم‌های مذهبی هستند. آیا چطور ممکنه که یک هنرمند، یک شاعر مخصوصا که در گهواره ادب غنی ایران بزرگ شده، هیچ شعر عاشقانه، هیچ بهاریه، هیچ غمنامه و ساقینامه نداشته باشه و فقط یک مقدار مطالبی رو از تورات و مشنا گرفته باشه و به نظم درآورده باشه؟ آیا ممکنه که اینها به خاطر مسائل دیگه‌ای اون اشعار رو دور ریختن و فقط اشعار مذهبی رو نگه داشتن؟ یا آیا همچین تحقیقی اصلا شده یا نشده؟ تشکر. من معذرت میخوام که از گفته‌های من این استنباط برای شما پیش اومد که یهود ایران، شعر یهود ایران فقط درباره موضوع‌های سنتی یهودی صحبت می‌کرده. این درست نیست. من گفتم یعنی
batteries, the 9 volts or whatever they're called. To welcome you to our second annual Young Adults Night. The Center for Iranian Jewish Oral History is very proud to present to you our first artist, Mr. Farshad Rabbani Shad, otherwise known as Shad, who is a producer, a performer, and a fantastic audience. So, a fantastic artist. So please, audience, put your hands together and welcome Shad. Go back.